عناوین اصلی: جاده اصلی مشهد به غرب به کنترل طالبان درآمد، فرار مردم روستاهای مرزی ایران. حاشیه‌های درگیری و فحاشی بین وزیر بهداشت و نماینده زاهدان ادامه دارد. به کیوسک خوش آمدید. درود بر شما همراهان گرامی. از اینکه بار دیگر کانال ما رو برای تماشا انتخاب کردید سپاسگزاریم. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر علامت زنگوله رو هم فعال کنید به محض آپلود ویدیوی جدید مطلع خواهید شد. جاده اصلی مشهد به غرب به کنترل طالبان درآمده است، فرار مردم روستاهای مرزی ایران. ساعتی پیش سایت خبری آوا تودی ویدیویی نگران کننده مبنی بر حضور نیروهای طالبان در جاده مشهد صالح‌آباد منتشر کرد. در خبری که سایت آوا تودی منتشر کرده است آمده است که در سکوت و بیکفایتی مسئولان فاسد جمهوری اسلامی و همراهی جریان‌های تندروی متصل به بیت علی خامنه دیکتاتور حاکم بر نظام، گروه تروریستی طالبان در داخل کشور جولان می‌دهد. منابع مردمی میگویند که سربازان مستقر در گمرک اسلام قلعه افغانستان به سمت مرز ایران عقب نشینی کردند و گمرک مرزی اسلام قلعه همکنون در اختیار طالبان است. همچنین گفته شده با وجود استقرار چندین واحد نظامی در مرز، نیروهای طالبان از طریق روستاهای مرزی به خاک ایران تجاوز و مردم چندین روستا از ترس آنها گریختند. خبرگزاری مهر هم گزارش کرده بود که روستاییان در دور افتاده ترین مرزهای شرقی با محرومیت و فقر روزگار سپری می‌کنند و حالا با حضور طالبان زنگ خطر خالی شدن 260 کیلومتر از نوار مرزی ایران به صدا درآمده است. بر اساس آمارهای رسمی، استان خراسان جنوبی طولانی ترین مرز را با کشور افغانستان در میان سایر استانهای شرق ایران دارد و حالا با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور، تهدیدها در مرزهای شرق ایران هم افزایش یافته است. خراسان جنوبی تنها استانی نیست که جمعیت در مرزهای آن رو به کاهش است و نتایج سایر مطالعات نشان می‌دهد که جمعیت در ایران پیرامون گریز است و بسیار تمرکزگراست که از نظر جمعیت شناسی سیاسی زمینه‌ساز مسائل و چالش‌های امنیتی می‌شود. این بحران این روزها در مناطق مرزی در شرق ایران بیشتر احساس می‌شود، جایی که طالبان در آنجا به قدرت رسیده و موجب بروز برخی نگرانی‌ها در داخل ایران شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در خبری مشابه تصرف یک منطقه کلیدی و چندین روستا در مرز با ایران توسط طالبان را تایید کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام افغان که حاضر به افشای نامش نشد افزود، سربازان افغان در مرز اسلام قلعه پست‌های خود را ترک کرده و به مشهد گریختند. جدال لفظی میان فدا حسین مالکی نماینده زاهدان و سعید نمکی وزیر بهداشت بر سر وضعیت شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. این درگیری زمانی آغاز شد که مالکی بر عذرخواهی نمکی از اظهاراتش درباره این استان اصرار کرد. مالکی شامگاه دوشنبه 21 تیر در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در سیستان و بلوچستان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، خطاب به نمکی که انتقادها را به معاندان نسبت داده بود گفت: بنده 40 سال کار امنیتی کردم، بهتر از شما می دانم. وقتی معاون قوه قضاییه بودم شما کجا بودید؟ نمکی در پاسخ گفت: بنده هم 40 سال کار اجرایی در زمینه بهداشت کردم. من 30 سال پیش در این استان داشتم مالاریا جمع می کردم. من از پشت کوه نیامدم.
در حالی که مالکی همچنان تاکید داشت وزیر بهداشت باید از مردم عذرخواهی کند، نمکی گفت از مردم استان به دلیل هر قصوری همیشه عذرخواهی کرده، اما از حرف بی ربط کسی اگر برای پایمال کردن خون شهدای سلامت و زحمات آنها بوده، هرگز عذرخواهی نمی کند. در ادامه نماینده زاهدان با استناد به اظهارات دیگر مقامات آمارهای وزیر بهداشت درباره وجود تخت خالی بیمارستانی در سیستان و بلوچستان را زیر سوال برد و گفت اغلب بیماران این استان به دیگر استانها می روند. مالکی گفت در استان مازندران امکاناتی که در شهر قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت وجود دارد دو برابر سیستان و بلوچستان است. او تهدید کرد که اظهارات پیشین وزیر بهداشت هم ماهیت حقوقی دارد و هم ماهیت قضایی و ثابت هم قطعا خواهد شد و اجازه نمی دهیم هر کس و ناکس به مردم استان توهین کند. اما نمکی با تاکید بر اینکه من را از دادگاه نترسانید شروع به داد و فریاد و فحاشی کرد. مالکی هم پاسخ داد به جای این کار باید عذرخواهی کنی از مردم، شما عددی نیستی. هرگزم از کسی که سیاه نمایی کرده عذرخواهی نخواهم کرد و محکم هم راستش خواهم از مردم عذرخواهی کنید. من از مردم هم دلیلی مگه من گفتم مردم سیاه نمایی مگه من گفتم مردم سیاه نمایی کرده؟ آقای دکتر شما وسط حرف من اومد. این چه حرفی است؟ فرمودید در صحبتتون که در یک پیرمرد در بلوچستان همون روز آقای دکتر کردی در همون روز به من گزارش دادن که امروز فقط یک مرگ داشتیم. اگر در اون روزی که من اعلام کردم بیش از یک مرگ بود، من صبح آقای دکتر کردی رو برمیدارم از کار. آقای دکتر اگر شما اثبات کردید، من الان اثبات، اگر هم اثبات نکردید اون وقت دیگه بنده و از جناب عالی بعد مسئله رو جور دیگه حل کنید. اجازه بفرمایید، اجازه بدید، اجازه بدید. آقای دکتر همون روز که جناب عالی فرمودید ما ستاد داریم. آقای استاندار اینا رو شما بگید چرا ملاحظه نمی‌کنید؟ همون روز اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، آشکار بگم. خب شما اجازه نمیدید. هم من حرمت مهمونداریتون رو نگه می‌دارم آقای دکتر، شما هم به هر حال این حرمت داشته باشید. همون روز آقای دکتر هاشمی تشریف دارن، آمار فوتی های استان 32 نفر بود. بلوچستان آقای دکتر بنده دانشگاه ایران شهر همه 32 نفر که زابل زادان که نبودن که. آقای دکتر عزیز به قربونت من اون روزی که اعلام کردم آمار به روز ما آقای دکتر گویا اینجاست. ما همه آمار رو به روز دریافت میکنیم. دانشگاه بلوچستان آقای کردی به من گزارش روز به روز که میده، اون روز گزارش من مرگ یک پیر مرد 87 ساله‌ای بود که روز بعدش 4 تا بود، روز قبلش 2 تا بود. اون روزی که من اعلام کردم دقیقاً مبتنی بر آماری بود که از دانشگاه هم گرفتم. اگر دانشگاه به من دروغ گفته، همین الان تیم من آقای دکتر سوری اینجا به عنوان نماینده تامل اختیار وزیر حضور داره. اگر اون روزی که آقای مالکی عزیز می‌فرمایند حرف دانشگاه با حرفی که به من زده دوتا بود، صبح این رئیس دانشگاه باید عوض بشه. آقای دکتر شما 32 آمار 32 نفر فوتی همون روز قبول دارید یا نه؟ آمار رسمی بنده هر آماری رو که دانشگاه بر مبنای پی سی آر مثبت داره و دکتر گویا که الان حضور در برامان مدیر کل مبارزه با بیماری های مملکت عنوان کارشناس 33 ساله 4 ساله تایید فرمودن، من قبول دارم. غیر از این هیچ چی رو تا زمانی که اثبات نشه قبول ندارم. ببخشید ببینید آقای دکتر، اون نکته‌ای که جناب والی فرمودید ما آنت فلان، بنده 40 سال کار سیاسی امنیتی کردم، بهتر از شما میدونم. الان من 40 سال کار اجرایی در زمینه بهداشت کردم. آقای مالکی من 30 سال پیش من در این استان داشتم مالاریا جمع می‌کردم. من 30 سال پیش در اینجا داشتم مالاریا و التور جمع می‌کردم. جناب آقای مالکی منم از پشت کوه نیامدم. بدانید آقای دکتر نرکی یک صلوات بر حضرت خود صلوات علی محمد آل محمد جناب مالکی مطالب من فرضاً باز چالش ببینید آقای اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید آقای دکتر نمکی، ما هم از پشت کوه نیومدیم. موقعی که بنده تو مملکت معاون رئیس جمهور بودم، معاون قوه قضاییه بودم، سفیر بودم، فلان بودم، جناب عالی کجا تشریف داشتید؟ بنده هم 30 سال پیش معاون وزیر بودم، 28 سال پیش رئیس دانشگاه بودم. ساکت باش آقای چه، ساکت باش شما بشین آقای پاسی. اجازه بده شما تا از مردم استان عذرخواهی نکنید. استان به دلیل هر قصوری
همیشه عذرخواهی کردم، اما از حرف بی ربط کسی اگر برای نظام و برای پایمال کردن خون شهدای سلامت و برای زحمات اینا بوده هرگز نمیبخشم. آقای دکتر با الفاظ بازی نکنید، ما اینجا حرمت خون شهدا، عزیزان، همه فرماندهانمون که اینجا نشستن، همه بچهای انقلاب، همه آقایون، ما مباحثم اینجا نکشونید. من عرض میکنم خیلی محترمانه، حرمت مهمونداری، عرض میکنم این حرفایی که شما زدید، آقای استاندار بگید روز بعد، اجازه بدید، روز بعدش معاون وزیر کشور اومده بود اینجا به اتفاق آقای استاندار، آقای دکتر هاشمی معاونینش هم بودن، رفتیم همه جا رو بازرسی کردیم. همین 320 تخت خوابی که جناب عالی میفرمایید، رفتیم از آقایون پرسیدن آقایون شما چند تختشون آماده است؟ یکی از دوستان گفتن 100 تخت، یکی از دوستان فرمودن 30 تخت. سوال شد که آیا آماده هست 30 تخت که ما بیمار بذاریم؟ بعد گفتن نه، چون پزشک نداریم. آقای دکتر، من 6 ماه جلوتر خدمت شما عرض کردم راجبه دانشگاه علوم پزشکی، تجهیزات، امکانات، برخی اینها فرسوده است. برای ما خیلی بده، بارها عرض کردم، شما هم پذیرفتید که آقا فلان استان، ما اغلب بیمارانمون به یزد و مشهد و جای دیگه میرن، این استان با این ظرفیت 3 تا دانشگاه. من چند روز جلوتر، هفته جلوتر مازندران بازدید داشتم، یه بازدید سیاسی چیزی، ماموریت خاصی، اونجا شهر آقای جان بابایی که نمیدونم اینجا تشریف دارن چون من شناختی ندارم، شهر آقای جان بابایی رو دوستان مازندرانیمون گفتن امکاناتی که در اونجا هست 2 برابر استان سیستان بلوچستانه. آقای دکتر اجازه بدید ما بحث کار شما، باید نتیجه بگیری از این کار. من از این بابت عرض میکنم. و بعدش هم که ببینید، حالا من وارد اون فضا نمیشم، فرمایشات اون مطالبی که شما فرمودید هم ماهیت حقوقی دارد هم ماهیت قضایی دارد و ثابت هم قطعا خواهد شد که این بحث میذاریم برای انشالله جلسات بعد. من دارم از این حرفا نترسونید آقای زاده، من نمیترسونم، ما رو مینیم، ما اومدیم روی مین، منو از این چیزا نترسونید، اشکال نداره، نه از پیگیری شما، من روزی که روی این مین اومدم برای تیکه تیکه. پس از این جدال لفظی و ترک جلسه از سوی نماینده زاهدان، وزیر بهداشت در دفاع از خود گفت مالکی 3 بار پیش او آمده و هر 3 بار خواستار تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شده بود. نمکی گفت فرد مورد نظر مالکی کسی بود که با دفتر این نماینده هماهنگ بوده، ولی من با فشار نماینده رئیس عوض نمی کنم. همچنین وزیر بهداشت روز سه‌شنبه گفت من همیشه گفتم هر چه می‌خواهید به من فحش دهید، به گوش جان می‌گیرم، من آمدم برای روی مین رفتن. او ادامه داد قول دادیم که نخواهیم گذاشت حتی یک روز بیماری در پشت در بیمارستان‌های مملکت بماند، که اگر این اتفاق می‌افتاد برخی از این شبکه‌ها پوست ما را کنده بودند. نماینده زاهدان نیز بار دیگر گفت تجهیزات و بیمارستان نداریم، میگویند تخت‌ها خالی است، اعتراض هم که می‌کنیم حتاکی می‌کنند. مراقب بهداشت روان و دهانتان باشید آقای وزیر بهداشت. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر سبک اطلاع رسانی کانال کیوسک رو میپسندید، لطفاً با لایک کردن ویدیوها از ما حمایت کنید.